تا وقتی من نگفتم کسی آزاد نمیشه. بله قربان. همه بازداشتگاه. چرا باید برن بازداشتگاه جناب سرهنگ؟ به خاطر اینکه من میگم. اسماعیل سلطانیان متولد 26 فروردین 1330 در کرمانشاه، بازیگر و کارگردان. فارغ التحصیل لیسانس رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک میباشد که قبل از انقلاب در 16 سالگی وارد تئاتر شد و یک جایزه سیمرغ هم دارد. فعالیت هنری خود را از سال 49 وقتی 19 ساله بود با تئاتر به عنوان بازیگر شروع کرد. او سپس همزمان در مرکز آموزش هنرهای دراماتیک کرمانشاه دوره 6 ماهه را زیر نظر آتش تقی‌پور گذراند. سپس به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت خود را ادامه داد. در سال 50 وقتی 20 ساله بود دو فیلمنامه نوشت که تصویب شد ولی نتوانست بسازد، تا اینکه سال 57 از کرمانشاه به تهران نقل مکان کرد. او در حوزه هنری تبلیغات اسلامی مشغول به کار شد و سپس به عنوان مدرس کلاس بازیگری گذاشت. بعد از انقلاب در سال 63 با فیلم شکار شکارچی کنار چهره‌های چون مهدی مهرابی، مسعود قندی و رضا چراغی اولین بار جلوی دوربین رفت. ایشان یک سال بعد با سریال پیر وفا به کارگردانی مجتبی یاسینی وارد قاب تلویزیون شد. سلطانیان در سال 76 وقتی 46 ساله بود به خاطر بازی در فیلم بایسیکل ران ساخته محسن مخملباف سیمرغ بلورین بازیگر نقش مکمل را از جشنواره فجر گرفت. چند سالی پیش نیامده تئاتر کار کنم، یکی دو بار دعوت شدم اما چون همزمان سریال بودم با هم جفت و جور نمیشد. به هر صورت شعاری نشود اما تئاتر یک حال هوای خاص خودش را دارد. در سال 94 استاد سلطانیان به دلیل وجود زایه در روده بزرگ در بیمارستان امیرالمومنین بستری شد و در نهایت پس از جراحی مرخص شد. متاسفانه به خاطر چهرم برای همه این تصور پیش می آید که سلطانیان دچار غرور شده و خودش را می گیرد، اما در واقع اینطور نیست. نقشی را می پسندم که دارای پستی و بلندی زیادی باشد. نقش باید یک روح تاثیرگذار در سراسر کار داشته باشد. فرقی نمی کند نقش اول یا دوم باشد. نقش تک بودی را دوست ندارم. دوست دارم چالشی در شخصیت وجود داشته باشد. دهه 60 که تمام شد انگار وجدان‌ها هم تمام شد و همه چیز پارتی و رابطه شد، اما حالا همه چیز فرمایشی شده و کسی به کیفیت فکر نمی کند. استاد اسماعیل سلطانیان در روز چهارشنبه 24 خرداد 1402 به دلیل ایست قلبی دار فانی را ودا گفت. جامعه هنری را در اندوه فرو برد. روحش شاد و یادش گرامی.